خب نگاه کنید، اولا من بهتون تو هیت هیچ وقت درصد ندادم بچه ها، اینو دقت کنید، یک تو نگاه کردم داره درصد میده. ببینید این فرزند بادیه، مگه فرزند بادی نیستین؟ خب فرزند بادی، بادی که هیتش معلوم نیستش که، وقتی هیتش معلوم نیست شما نمیتونید درصد بدید. اوکی، اگه اینجا توی سکشن مثلا کلاس فرسته شما یه سکشن داشتی کلاس سکند بود، اینم نکتهش رو همین الان ما هم بررسی کنیم. خب فرست چند پیکسله؟ 400 تا. خب میام اینجا برمیگردم میگم که سکشن کلاس فرست یه فرزند داره به نام سکشن کلاس سکند، بیت ست بیاد بشه مثلا 50%، هیتت هم میام میدم میگم چقدر بشه مثلا 200 پیکسل. خب یه بک‌گراند کالر هم بهش میدم، دیگه بک‌گراند کالر اینا رو قشنگ فهمیدید به چه صورت هست. خب اینم به خاطر اینکه من اینتر زدم انداختش پایین، کنترل وی رو میزنیم میام این طرف، آلت اف دو رو میزنم. خب میام اینجا ببین این هاشش میبینی رنگ رو اومد گرفت سکشن. خب نکته الان من اگه بخوام هیت این رو درصد بدم چجوری میتونم بدم؟ میتونم به این بگم درصد بگیر؟ به فرزند میتونیم درصد بدیم؟ آره میتونم بیام بگم پنج مثلا 70%. ما هم نکاتش رو باید بریم اینور اونور توی در واقع جای یادداشتش بکنید داشته باشی. الان من میدادم 70% این درصد گیره، برای چی برای تو رو نمیگیره ولی این رو گیره؟ به خاطر اینکه پدرش هیت داره. درصد فقط و فقط جای میتونید بدید که جای میتونید در واقع درصد رو به صورت هیت بدید که پدرش هیت داشته باشه. اگر پدر هیت نداشته باشه درصد وجود نداره. خب الان ایشون پدرش مقدارش چقدره؟ 400 پیکسل. من الان برگردم بگم 70% 400 پیکسل میشه چقدر؟ 280 پیکسل. میام اینجا روی ایشون نگه میدارم زنم 70% توی کامپیوتر میذارم چقدر داده؟ 280 پیکسل. و همین راحتی. اینا رو به عنوان نکات توی ذهنتون داشته باشید. من حالا هر چیزی که دارم میگم اولا که داریم با قواعدش میگیم، دوم به صورت قانونی داریم بهتون میگم، یعنی میگم آقا قانونش به این شکل. شما پس میخواید بیاید استفاده بکنی هیتت رو برای یه دن سکشن، برای مقادیر در واقع بلاک یا اینلاین بلاکی میتونی هیت بهشون بدی. به چه صورت هستش وقتی شما میای هیت میدی؟ در صورتی که پدرش هیت داشته باشه، حالا پیکسل داشته باشه، یا اینکه حالا ممکنه مثلا اتو هم باشه. حتی اگر اتو هم باشه شما باز میتونید درصد بهش بدید. ولی اگر فرزندت در واقع المنتت فرزند بادی باشه، اولا شما هیت رو به صورت درصد بدی معنا نداره. خب این از این ما این در مورد صحبت کردیم که این قضیه حل بشه. یک دو بک‌گراند ریپیت رو گفتیم نو ریپیت، ریپیت ایکس، ریپیت ایگرگ و خود ریپیت پوزیشن ها رو گفتیم. خب اینا مهمه، فردا شما یه دفعه یکی بده یه چه میدونم یه سکشنی بده که این موارد توش هستش، بعد بتونی پیادهش بکنی، خیلی راحت بعد بتونی پیادهش بکنی. خب این بحث بک‌گراند پوزیشن رو هم گفتیم. یه گزینه‌ای دارن، فرض کن من این رو دیگه میام یو آر ال ام رو یه دونه میذارم بک‌گراند مثلا ایمیج، مقدار یو آر ال رو میذارم دو تا میام بیرون ایمیجز و فرس نه مثلا همون عدد رو میدم که یه مقداری بود. اگر بیام این طرف وایسیم اف 5 بزنم ببینید همچه عکسی رو اینجا برای من گذاشته. بزن هیتش رو بیشتر کنیم بکنیم 600 پیکسل به این شکل. یه هیت 600 پیکسل هست و خیلی هم خوبه. بیام اینجا بک‌گراند چون ویتریت زیاده عملا شما ریپیت ایکس و ریپیت ایگرگ رو نمی‌بینی. حالا من میتونم میام چیکار کنم بگم آقا بک‌گراند ریپیتش رو نو ریپیت بکنم که ریپیت نشه تو محور ایکس ایگرگ. حالا اومدم کارم انجام دادم، پوزیشن نمیخوام جابجاش بکنم. اگه دوست داشته باشی جابجاش بکنی میتونی راحت برگردی بگی چی بک‌گراند پوزیشن بگو 100 پیکسل 100 پیکسل. چه اتفاقی میفته؟ ناکو 100 پیکسل تو محیط ایکس و ایگرگ داره جابجا میشه. حالا برمیگردی میگی چرا پشتش سفیده؟ مشکل نداره، میتونی رنگ بدی، رنگ بده ببین رنگ پشتش هستش. یعنی شما میتونی ناکو الان من اومده یه چیز یه مقداری رو حداقل درست کردم، یه چیزی یه مقدار خوشگله، حالا حداقلش میشه مثلا اینجوری آدم بیاد برداشتش کنه که اومد یه حالت قالبی رو پیدا کرد. پس میتونی ترکیب این دوتا رو هم داشته باشی. حالا من نمیخوام این مدل رو داشته باشم، میخوام فقط این رو داشته باشم. خب
یه گزینه دیگه داریم که الان میخواد یاد بگیری به نام اتچمنت. اتچمنت چیه؟ بک‌گراند اتچمنت. این چیه؟ این به صورت بای دیفالت مقداری که شما اینجا دارید مقدار سکروله، یعنی ایشونه. این مقدار رو شما اینجا به صورت بای دیفالت دارید. خب حالا اگه من این رو عوضش میکنم بکنم فیکس، فیکس یه دونه پوزیشن، بعدا یاد میگه پوزیشن خیلی داستان دارن. حالا ما تو سی اس اس 3 تا مقدار داریم خیلی برای ما مهمه. پوزیشنان ابسولوت، فیکس، ریلیتیو، استیکی، استاتیک، این 5 تا خیلی مهمن. یعنی تو سی اس اس یکی از اون چیزهایی که خیلی شما باید براتون مهم خواهد بود یکی پوزیشن ها، یکی ترانزیشن. ترانزیشن خیلی مهمه. یکی بحث ترانسفورم. ترانسفورم رو اکثرا نمیدونم به چه صورت میشه باش انیمیشن های خیلی خوب ساخت. در مورد ترانسفورم هم 2D هم 3D کامل مثال هر میکنیم، پلاگین های مختلف مینویسیم. و در آخر سر در واقع کیوردز های همون بحث کیفریمز هست، بحث انیمیشن. یعنی 4 تا مقدار من اینا که کلی من پراپرتی اینجا باهاتون کار میکنیم، پیاده سازی میکنیم، 4 تا مقدار توی سی اس اس اولیه، تو سی اس اس، سی اس اس 3 برام مهمه. یکیش پوزیشنه، یکیش ترانسفورمه، یکیش ترانزیشنه، یکیش هم انیمیشنه. این 4 تا شما باید خوب بلد باشید بتونید هر چی بهت بدن یا یعنی اینکه تو ذهنت خلاقیت به وجود بیاد. حالا مدل مختلف براتون پلاگین می‌نویسیم، متوجه میشید به چه شکل است. بعدش میریم سراغ موارد بعدی که بحث‌های ریسپانسیو صفحات پیش میاد که فلکس هست، مدیا کوئری هست، گرید هست، گرید پروسس هست، خود بوت استرپ هست، همه اینا رو میایم بررسی می‌کنیم. خب اینجا الان من گفتم بک‌گراند کال، مثلا بک‌گراند اتچمنت بشه فیکس. فیکس یعنی چی؟ عین دیدید یه چیزی رو پین میکنن تو صفحه انگار با پونس چسبوندنش، همون قضیه است. ببین الان من میام اینجا به عمد به بادیت مقدار مین هیت رو میدم 2000 پیکسل، یعنی کمترین مقدار بادی شما باشه 2000 پیکسل. نگاه کن من اینو دادم اینجا، دقت کن این الان عکس انگار پین شده، چسبیده به صفحه شما. نگاه کن اسکرول که میکنی متوجه میشه. نگاه کن انگار داره یه حالت انیمیشنی اتفاق میفته. خیلی از سایت ها میرید یه دفعه میبینید 3 تا مثلا سکشن گذاشته شده وسط، مثلا یه دیتا هست همین که داری اسکرول میکنی میای پایین، یه دفعه میبینی اینجا مثلا یه دیتا، یا بعد زیرش مثلا میبینی یه عکس دیگه میاد شروع میشه. میام براتون مدلش رو بسازم. میام اینجا یه مثلا سیکشن داریم، کلاس سیکن، یه پی من میذارم اینجا، لورم 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 لورم، کپی ما بگیریم اینا رو. میام اینجا یه فنج میذارم، کلی دیتا اینجا جنریت شده. خب حالا اینا میشد سی اس اس داد دیگه. میام اینجا برگردم بگیم سیکشن سیکن، شما بیا ویت ست باشه 100%، هیت نمیخوام، اینی که دارم میدم اصلا برای شما مهم نباشه، امروز یاد میگیرید. فرض کنید مثلا 50 پیکسل و هیچ. میام اینجا میگم آقا این سکشنه کلاس سکن، یه فرزند داری به نام پی، اصلا اینم براتون مهم نباشه چیکار دارم میکنم. میام اینجا یه پدینگ میدم مثلا برای به نام 30 پیکسل و فونت سایزش هم میدم مثلا 14 و یه فونت فامیلی هم بهش میدم مثلا کومیک. اصلا اینه کار کردم از کارتون نباشه چیه، یه همچه چیزی رو آمدم اینجا ساختم. خب یه سری باکس سایزینگش رو هم بذارم. خب قبل از اینکه در مورد صحبت کنم، ببینید بدترین اتفاقی که میتونید توی پروژه های شما بیفته اینه که اسکرول ایکس بگیرید. خب توی سایتاتون، طراحی کردن سایتاتون، شما باید از این قضیه فرار کنید. این نوع ارور F5 میذارم درست میشه. خب نگاه من اینجا همینی که میبینید دارم میکشمش پایین، انگار دارم رو عکس میلغزم. به خاطر چیه؟ بک گراوند اتچمنتی که بهش دادم فیکس. میام اینجا روی این قرار میگیرم، حالا میخوام بیام زیر این دوباره یه چیز دیگه اتفاق میفته، یه عکس دیگه اتفاق بزن، یه عکس دیگه میارم. میام اینجا بزنم توی یکی پروشه یه عکس دیگه پیدا کنم. فرض کن ایشون
یا ایشون، این هم قشنگ. این رو کپی کنیم بندازیم توی پروژه. میام اینجا برسم به یه مقدار دیگه مثلا به نام سکشن تیر. هیچی هم نداریش. میام اینجا برمیگردم میگم سکشن کلاس تیر ویدست باشه مثلا 100%، یه هیت بهش میدم و از اون باز این هم 400 پیکسل و بکگراند ایمیج یو آر ال دو نقطه بزن بیاد بیرون ایمیجز ایشون و بکگراند ریپیتش رو هم بالاخره نو ریپیت میذاریم، ممکنه که ریپیت بکنه و کالر و پوزیشن هم نمیخوام بدم. یه بکگراند چی میذارم اینجا؟ اتچمنت فیکس. بریم ببینیم چی میشه. یه F5 میزنم اینجا رو نگاه کن. الان شما روی این عکس دارید میلغزید به خاطر بکگراند اتچمنت، میای روی این دیتا، این دیتا رو رد می‌کنم، این عکس این زیر داره براتون حرکت. خب از این تکنیک خیلی استفاده میشه توی طراحی صفحات در اینکه حالت در واقع انیمیشنی پیدا بکنه. خب آیا من فقط میتونم از این تکنیکی که اینجا درست کردم استفاده بکنم به این صورت که دارید میبینید؟ نه، این هنوز تکنیکش کامل نیست. یه تکنیک داره به نام پارالکس. خب پارالکس رو میشه با همین بک‌گراند ساخت، ولی قبل از اینکه بسازیم بیام اینجا به جای اینکه من این همه کد بنویسم بیام از یه دستور استفاده بکنم به نام بک‌گراند. بک‌گراند میاد تلفیق همین شورت‌هنده، در واقع یه دونه دستور کوچیک شده است. به جای اینکه من 7 8 تا دستور بک‌گراند رو بیام استفاده بکنم، از یه دستور بک‌گراند استفاده میکنم. اولیش بعدا درس میدم بهتون گرادینت هاست، لینیر گرادینت. میتونید شما میتونید روی عکستون گرادینت بذارید، فعلا در مورد صحبت نمیکنیم. مقدار بعدی یو آر ال. نگاه کن اینجا خودش بهت داره هدایت میکنه، میگه میتونی بک‌گراند کالر بزنی. اولین مقدار کالر همون گرادینت هم هست، یعنی شما میتونی رنگ هم بزنی. دومی نگاه کن میگه ایمیج بذار. فرض کن من میذارم ایمیجز این مقدار والپیپره. نگاه کن میام بعدی، ببین ریپیت داره میگه که بعد از ایمیج بیا در واقع ریپیتشو مشخص کن، بعد اتچمنتشو مشخص کن، بعد پوزیشنشو و بقیه اینا هم که میتونی بذاری میتونی نذاری. یعنی من اینجا میام میگم نو مثلا ریپیت، این نو ریپیتش فعال شد. بعدی اتچمنت میذارم فیکست و بعدی رو میذارم پوزیشن. فرض کن میذاریم سنتر سنتر. من دوست دارم بذارم سنتر سنتر. شما نخواستید بدید یا هیچی نمیذارید یا دو تا صفر میذارید. خب الان به جای اینکه ما اون همه دستور بنویسیم یه دستور نوشتیم، چند تا حالت رو داره در نظر میگیره؟ URL، no repeat، fixed، center، center. این پوزیشنه، این attachmentه، این no repeatه، اصل repeat ها بود، این access. رنگ رو هم هنوز نذاشتم، رنگ رو هم هنوز اینجا اولش میتونستم رنگ بذارم نذاشتم. الان میام اینجا F5 رو میذارم، ببین هیچ فرقی با اون قبلیه نکرد، اومد دقیقا همون مدلی که من قبلیه رو گذاشته بودم اومد اینجا داره ادامه پیدا میکنه. خب یه لول دیگه رد بشیم، یه چیز داریم به نام بک‌گراند سایز. چند تا مقدار داره. لنس که یعنی که بیا پیکسل بده. خب پیکسل برای این چیز نداره، مقداری وجود نیست، یعنی موجود نیست براش که بخوایم بزنیم. اوتو داره، حالت عادیش اوتوه. یه مقدار داره به نام کاور. این هریت بعدا میگم میشه ارس بری. ما مقدار کاور رو میزنیم. کاور رو که میزنیم میاد چیکار میکنه؟ این عکس رو که اینجا دارید میبینید توی این قالب، کل عکس رو توی این قالب جا میده. یعنی الان نگاه کن، این ممکنه مثلا فقط 1366 پیکسل در 400 یا 500 پیکسل که من تعیین کرده بودم میاد عکس رو انگار کراپ میکنه میذاره. من سنتر سنتر هم کردم، میاد وسط این رو مقدار میذاره. حالا وقتی کاور میذاری ببینید کل عکس رو اومد جا داد تو اینجا، یعنی کاورش میکنه کامپلیت، دیگه عکس اینجا کاور شده است. خب این تکنیک رو بهش میگن تکنیک در واقع همین در چند تا کدی که نوشتید رو بهش میگن چی؟ پارالکس. الان کنم این عکس رو من کامپلیت میتونم ببینم. پایین نگاه کنید هنوز کاور نشده. کافیه که من بیام اینجا کنترل سی رو بزنم و همه اینا که اینجا نوشتم رو برای این قرار بدم. اینم شد چی؟ کاور شد. الان کل عکس اومد کاور شد تو اینجا و من الان تکنیک پارالکس رو پیاده کردم. پس با همین چند تا دستوری که اومدیم پیاده کردیم تونستیم یه پلاگین، اولین پلاگین سی اس اس هم رو بنویسم. چند تا دستور خیلی ساده بود. ویتس داشت، هیت داشت، یه بک‌گراند بود، با بک‌گراند آشنا شدید. هنوز کالرش رو نگفتم. اومدیم اینجا مقدار یو آر ال، نو ریپیت، ترتیب داره همینجوری نذارید، فیکس پوزیشنتون.
و مقدار کاور. خوبی وبستورم اینه که بهتون میگه، ولی اینجا حالا بیاید من تو ویژوال استودیو هم بهتون بگم. تو ویژوال استودیو به شما در واقع چیزی به نام آفر وجود نداره. یو آر ال رو باید بدونی، مثلا به این صورته، مثلا بگی ایمیجز ایندکس چیه، ایمیجز مثلا ایشون. اینجا دیگه حالا منتظر باشی بهت بگه که چی رو بذار، نمیگه همون یه، ولی ما میدونیم که نوریپیت، بعدی هم میشه فیکس و بعدی هم میشه پوزیشن، پوزیشن و این هم که کاور هستش به این صورت. این هم تو ویژوال استودیو کد فرقی نداره، هر جفتش رو قابل استفاده کردن هم راحت میتونی ازش استفاده بکنی. این هم به این شکل اومد برای ما پیاده کرد. خب این پلاگین رو شما لطف میکنید الان مینویسید با همین قطعه کدایی که من براتون نوشتم.